بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، قال سبحانه وتعالى في قرآنه في كتابه الكريم: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. قرآن كريم مفرمايات: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هر کسی عمل خیر را انجام بدهد و اون عمل خیر به اندازه اون ذره ای باشد که به چشم عادی دیده نشود، در شعاع آفتاب اون ذره هایی که شما میبینید اون را ذره میگوید، به اندازه سر سوزن. هر کسی که عمل خیر را انجام بدهد و آن عمل خیر هر چند کوچک باشد، به اندازه مقدار سر سوزن باشد یا کوتر کمتر و کوچکتر، عملش اجرش را میدهد خدای بزرگ و پروردگار جهان. و هر کسی که عمل شر را انجام بدهد هم همونطور عقابش به او خواهد رسید، گرچه که گناهش و شرش و معصیتش کوچک باشد. دزاست که وقتی که ما در تاریخ و مراجعه به تاریخ میکنیم و حاضر را مطابق ماضی قرار میدهیم و گذشته، کسانی بودند در این دنیا عمل خیر را انجام دادند، ولی در مقابل اون عمل خیر خدای بزرگ و پروردگار جهان برای اونها پاداش ابدی و در دنیا و آخرت دادند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار و توفنا مع الابرار والحقنا بالصالحين. و کسانی هم بودن که عمل شر را انجام دادن، نظیر اونهایی که در کربلا از اهل کوفه برای شهادت و برای جنگ و قتل و کشتن فرزندان پیغمبر آمدن، اونها را خدای بزرگ و پروردگار جهان به کیفر اعمالشون رساندن. اونها در روز عاشورا انواع ظلم و ستم بر علیه فرزندان پیغمبر اکرم آقا امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانش و اهل بیتش و یادگاران علی و فاطمه، ولی در مقابل بعد از واقعه کربلا، بعد از واقعه روز عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام، هر کدامشون به کیفر اعمالشون رسیدن. بعضی ها مبتلا به جنون و دیوانگی شدن، بعضی ها مبتلا به مرض شدن
که قابل علاج نبود و جمع دیگری به دست مختار ابن عبید الثقفی به جهنم سپرده شد. این است و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. من حال ابن عامر میگوید رفتم مکه برای اداء مناسک حج و بعد از اداء مناسک حج رفتم سمت مدینه برای دیدار آقا امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام. وارد بر امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام شدم. تا چشم امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام به من افتاد، صدا زد از کجا آمدی؟ عرض کردم یا ابن رسول الله قادما من کوفه العراق، از کوفه آمدم. حضرت فرمود، اول سؤالی که کرد حضرت فرمود حرمله چه کار میکند؟ عرض کردم یا ابن رسول الله زنده است. امام زین العابدین علیه السلام که همونطور که نشسته بود رو طرف قبله کرد و دستها را بلند نمود، عرض کرد اللهم اذقه حر النار، اللهم اذقه حر الحديد. با اون حرقت قلب امام زین العابدین، با اون عشق آقا امام زین العابدین علیه السلام، من حال میگوید از اونجا با وداع امام زین العابدین و از مدینه خارج شدم و آمدم وارد کوفه شدم. بعد از استراحت از سفر چند روز بعد از خانه بیرون شدم، رفتم برای دیدار مختار ابن عبید الثقفی که در کوفه مسلط شده بود. مهم از خانه بیرون شدم و چشمم به مختار افتاد، سلام کردم، عرض ارادت کردم. در همین گیر و دار بود که مجموعه از اطرافیان مسلم ابن عقیل با شور و سرور و اشتیاق آمد، صدا زدن امیر بشارت بشارت، چه خبره؟ گفتن ما حرمله را آوردیم. مسلم مختار ابن عبید الثقفی فوراً دستور داد که دست و پای او را از بدنش جدا کند و بدن ناپاکش را بسوزاند. من فوراً فکرم رفت سراغ امام زین العابدین علیه السلام و نفرین امام. در همون گیردار بودم، گفتم سبحان الله سبحان الله. مختار متوجه من شد، گفت چرا این گونه تسبیح میگویی؟ عرض کردم به یادم آمد نفرین امام زین العابدین علیه السلام که من در مدینه در خدمت ایشان مشرف شدم، اول سؤالی که کرد از این ملعون کرد و بعد دست به سوی آسمان بلند کرد و این دعا را نمود. مختار از سوار بر مرکبش بود، فوراً پیاده شد و سجده شکر به جا آورد و دو رکعت نماز خواند و بعد اینجا امام زین العابدین علیه السلام، ببینید مجلس صدق توسل به باب الحوائج علی اصغر است، طفل شش ماهه و شرخاره امام حسین علیه السلام، و امام حسین علیه السلام آخرین سرباز
روز عاشورا آخرین فداکاری کرد علی اصغر بود. لذاست که امام زین العابدین علیه السلام در روز عاشورا ستمهای زیاد شد به اهل بیت. مثلا شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه سر آقا امام حسین علیه السلام را، پدر امام سجاد را از بدنش جدا کرد با اون کیفیت دلخراش. کسان دیگری آمدن دستهای ابوالفضل العباس را از بدنش جدا کردن، خیمگا و خرگای امام حسین را آتش زدن بعد شهادت آقا. مصیبت های دیگر، شهادت علی اکبر، شهادت قاسم، شهادت بقیه اصحاب یاران، همه این مصیبت ها، همه این ستم ها، ولی امام زین العابدین علیه السلام از بین همه این مصیبت ها ذکر مصیبت و شهادت علی اصغر را نمود. و از اینجا معلوم می شود که شهادت علی اصغر و کیفیت شهادت علی اصغر قلب امام زین العابدین را، بلکه قلب پدر و مادرش را، بلکه قلب همه حاضرین و عمه های امام علی اصغر را سوزانید و این مصیبت علی اصغر همه را تکان داد. این یک جهت. جهت دیگر، مصیبت و شهادت علی اصغر اون ساعتی بود که دیگر برای امام حسین علیه السلام سرباز دیگری باقی نمانده بود. همه به شهادت رسیده بود، اصحاب و یاران، بقیه برادران امام حسین، فرزندان برادرش، عموزاده هایش، اصحاب و یارانش، همه به شهادت رسیده بود. امام حسین علیه السلام نگاهی به سوی میدان می کند. چشمش به بدن پاره پاره و چاک چاک اصحاب و یارانش می افتد. می آید وارد خیمه می شود. خواهرانش را، اما دخترانش را، یادگاران علی و فاطمه را پریشان می بیند. دیگر تصمیم گرفت که باید با این گروه بجنگد و وارد میدان شهادت و سعادت شود. دم دروازه آمد. دم دروازه خیمه یادگاران علی و فاطمه آمد. صدا زد: زینب یا ام کلثوم، من رفتم و خدا حافظ. حضرت زینب سلام الله علیها بنابر روایتی عرض کرد: سیدی یا ابا عبدالله، ببین این طفل شیرخوارت از شدت تشنگی کیف یتلظا عطشا، از شدت تشنگی دارد به خودش میپیچد. در کیفیت شهادت علی اصغر این دو روایت را خدمت شما عرض میکنم و به عرایزم خاتمه میدهم. به خدا را، به اون خون گلوی نازک علی اصغر قسم میدهم که هر چه زودتر ظهور آقا امام زمان را تعجیل بفرماید و حاجتمندان مخصوصا بانه این مجلس را برآورده بسازد. روایت اول این است که امام حسین علیه السلام آمد، دم دروازه سراغ فرزندش را گرفت. فرزندش حضرت زینب سلام الله علیها آورد، علی اصغر را روی دست امام حسین گذاشت. امام حسین علیه السلام خواست صورت علی اصغر را ببوسد. در این هنگام تیر حربله آمد.
به گلوی نازک علی اصغر قرار گرفت. در آن حالات سخت‌ترین حالات لحظات حیات امام حسین علیه السلام و پریشانی بچه‌های یادگاران علی و فاطمه، تیر سشعبه می‌آید، به گلوی نازک علی اصغر قرار می‌گیرد و روی دست پدرش و جلو عمه‌هایش و مادرش به شهادت می‌رسد و به خونش می‌غلتد. اینجاست که امام حسین علیه السلام می‌فرماید زینب بگیر علی را از دست من، و خودش دستش را روی زیر گلوی علی اصغر می‌گذارد، دستش را پر از خون گلوی علی اصغر می‌کند و به سوی سما و آسمان پرتاب می‌کند. یک قطره از اون خون به زمین بر نمی گردد. این روایتی. روایت دیگری است که امام حسین علیه السلام در اون لحظه اخیر آمد دم دروازه خیمه استاده شد، با اهل بیتش، با خواهرانش، با دخترانش، با اهل حرم دارد وداع می کند. حضرت زینب سلام الله علیها آورد علی اصغر را روی دست برادر میگذارد. امام حسین علیه السلام علی اصغر را از دست خواهر میگیرد، زیر عبایش میگذارد، روانه معرکه میشود. مردم دیدن امام حسین دارد وارد میدان میشود، به سوی میدان میآید، ولی نه به سمت یک سرباز جنگجو، ولی در زیر عبایش چیزی را دارد. بعضی ها می گوید امام حسین علیه السلام قرآن آورده، شاید ما را به قرآن قسم بدهد که راه او را باز کنیم که او به هر صورت که می خواهد، به هر طرفی که می خواهد برود برود. در همین گیرودار بود السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ولدیک العلیین الشهیدین. در همین گیرودار بود که امام حسین دست میبرد زیر عبایش طفلش را، علی اصغر را از زیر عبا بیرون می کند، صدا می زند ای مردم، ای قوم، اگر من در نظر شما گناهکارم، این طفل من، این طفل شیرخواره بهیج مذهبی و دین گناهکار نیست. انظر کیف یتلظا عطشا، بگذارید من برم فرزندم را سیراب کنم. اگر شما خیال میکنید که من فرزندم را وسیله خودم قرار دارم، بیایید فرزندم را بگیرید، او را سیراب کنید، به من بازگردانید. لشکر اختلافی، بعضی ها گفتن اذا کان ذنب للکبار فما ذنب للصغار، بعضی ها گفتن لا تبقوا لأهل هذا البيت لا صغير ولا كبير. در همین گیر و دار بود که عمر سعد صدا زد ای حرمله کجایی؟ چرا جواب حسین را نمیگویی؟ اونا نجیب آمد، صدا زد امیر جواب حسین را بگویم یا جواب فرزندش را؟ عمر ابن سعد صدا زد آی حرمله، مگر سفیدی زیر گلوی علی اصغر را نمی بینی؟
اون نا نجیب تیر را میگذارد در قاز روانه حسین میکند اون تیر سشعبه میآید آمد و آمد به گلوی نازک علی اصغر قرار گرفت. یه وقت حسین همون طور که فرزندش را روی دستش بلند کرده صورتش به سوی میدان میبیند علی اصغر یک حرکتی دارد، قطرات خون روی لباس امام چشمش به گلوی نازک علی اصغر میافتد. انا لله و انا الیه راجعون وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى. این آیه مبارکه رو با هم دیگر بخوانیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين والظالمين وأعداء رسولك وأهل بيته في كل زمان ومكان. تقبل هذا القليل منا ومن السامعين والجالسين والمؤسسين بأحسن قبولك. پروردگارا تو را به خون گلوی نازک علی اصغر قسمت می دهم ان قلن توسل را از ما جمعیت به کرمت قبول بفرما. گناهان ما بریز، آبروی ما را در دنیا و آخرت مریز، حوائج همه را برآورده بخیر بفرما. تعجیل به ظهور امام زمان، شفای مرضا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.